با ما همراه باشید با ایران آزادی. کشتار فجیع مهاجران افغان در مرز ایران داغی عمیق بر دلهای مردم. جنایت هولناک نیروهای سرکوبگر حکومت خامنه‌ای بر مهاجران افغان موجی از خشم و انزجار را در افغانستان به راه انداخت. چند روز پیش مرز کلگان در سراوان شاهد یک جنایت هولناک بود که به مرگ بیش از 260 جوان افغان انجامید. این جوانان که برای کار به سمت ایران آمده بودند، هدف گلوله‌های نیروهای مرزبانی حکومت خامنه‌ای قرار گرفتند. گزارش ها حاکی از این است که نیروهای مرزبانی از سلاح‌های سنگین از جمله RPG برای کشتن این جوانان استفاده کردند. این عمل وحشیانه بار دیگر نشان دهنده رفتار غیر انسانی و بی‌رحمانه حکومت خامنه‌ای با مهاجران افغان است. واکنش نیروهای سرکوبگر برای مخفی نگه داشتن جنایت کشتار مهاجران. طبق اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های محلی بلوچستان، گروهی از قربانیان این حادثه به بیمارستان رازی سراوان منتقل شدند. بر اساس این گزارشات رسیده، 3 تن از مجروحین در قسمت ICU بیمارستان رازی سراوان بستری شدند که 2 تن به داخل بخش منتقل شده و 1 نفر دیگر همچنان در ICU بستری است. 3 نفر از مجروحین که تحت عمل جراحی قرار گرفتند، کماکان در بخش عمومی بستری هستند. 7 نفر از مجروحین طی روزهای اخیر از بیمارستان ترخیص شدند. همچنین دست کم اجساد 13 تن از جانباختگان به سردخانه این بیمارستان منتقل شده و به دلیل کمبود جا در این سردخانه از محل نگهداری اجساد سایر قربانیان تا کنون اطلاعی در دست نیست. بر اساس اطلاعات رسیده از رسانه‌های محلی بلوچستان، نیروهای نظامی و امنیتی مهاجران مجروح شده در حادثه کلگان که در بیمارستان رازی بستری هستند و همچنین پرسنل بیمارستان را تهدید کردند که پیرامون محل مجروح شدن مهاجران افغان در مرز کلگان سخنی نگویند. درخواست ماموران سرکوبگر آن بوده است که هیچ کس نباید متوجه شود این مهاجران جزء مجروحین تیراندازی منطقه مرزی کلگان سراوان هستند. خشم و نارضایتی مردم افغانستان نسبت به کشتار مهاجران. این کشتار فجیع به شدت خشم و نارضایتی عمومی را در افغانستان برانگیخته است. بسیاری از مردم افغانستان به ویژه خانواده‌های قربانیان در شبکه‌های اجتماعی و تجمعات عمومی به این جنایت اعتراض کرده و خواستار پاسخگویی مقامات ایرانی شدند. این حادثه در شرایطی رخ داده است که رژیم ایران به حمایت از گروه‌های شیعه مذهب و افراطی مانند فاطمیون شهرت دارد و بسیاری از آنها در ایران به راحتی زندگی می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که جوانان افغان سنی مذهب مورد غضب و خشونت این رژیم قرار گرفتند. کشتار مهاجران تصویری وحشتناک از ماهیت حکومت خامنه‌ای. اعتراضات در افغانستان تنها به خانواده‌ها و علمای دینی افغانستان محدود نشد، بلکه رسانه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها نیز به این کشتار واکنش نشان دادند. هشتگ‌ها و پست‌های اعتراضی در فضای مجازی به سرعت گسترش یافت و مردم به همبستگی خود با قربانیان این حادثه ادامه می‌دهند. این جنایت نه تنها روابط ایران و افغانستان را تحت شعاع قرار داده، بلکه تصویر رژیم ایران در سطح بین المللی را نیز به شدت مخدوش کرده است. حکومت خامنه ای حکومتی بی‌رحم. نکته قابل تأمل این است که چرا رژیم ایران در قبال مهاجران افغان این چنین بی‌رحم و سختگیر است، در حالی که برخی از افغانهای شیعه مذهب با حمایت و مزایای خاصی در ایران زندگی می کنند. جوانان سنی مذهب با خطراتی از این دست روبرو هستند. این رفتار تبعیض‌آمیز نه تنها دردناک است، بلکه می تواند به بروز تنش‌های بیشتر در روابط بین دو کشور منجر شود. در نهایت این کشتار فجیع باید زنگ خطری برای جامعه جهانی باشد تا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و رفتار این رژیم با مهاجران و اقلیت‌ها واکنش نشان دهد. مردم افغانستان به شدت نیازمند حمایت و همبستگی جهانی هستند تا از چنین جنایاتی جلوگیری شود و عدالت برای قربانیان این کشتار فجیع برقرار گردد.